سلام بر پیشوای آزادی خواهان، سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بندگان خدا را از جهل رهایی دهد. سلام و عرض ادب و احترام خدمت بیننده های محترم هشتگ سوژه. الحمدلله امشب در شامگاه شنبه 30 فروردین 1399 از جوار حرم مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از طریق شبکه امام حسین سلام الله علیه با 536 قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه در خدمت شما گرامیان هستیم. یکی از موضوعهای مهم این ایام روز جهانی بیماری هموفیلی هست که راجع به این بیماری یکی از مسائل مهم و معضلهایی که وجود داره عدم آگاهی عموم مردم هست و حتی کسانی که فرد مبتلا دارن در خانواده خودشون به بیماری هموفیلی اطلاعاتشون و دانش و آگاهیشون از چگونگی پیشگیری از این بیماری یا عوارض و پیامدهای خطرناک این بیماری بسیار بسیار کم هست. برنامه امشب رو به این موضوع اختصاص دادیم که راجع به این مسئله قدری صحبت کنیم و سوالهای امشب رو هم منتشر شده دیدید، مستحضر هستید راجع به سوالهایی که منتشر شده، قدری صحبت کنیم و آگاهی نسبت به این بیماری و عوارض اون و راه‌های پیشگیری اون رو انشاءالله بیشتر کنیم. راجع به بیماری هموفیلی این نکته رو شاید مستحضر باشید که یک بیماری ژنتیکی و ارثی هست، یعنی بیماری مصری نیست. اگر کسی در خانواده خودشون شخص هموفیلی داشته باشه سرایت نمیکنه به دیگران، یا کودک هموفیلی در مدرسه که بره جای نگرانی نداره برای والدین دیگر که فرزندانمون، نه اصلا بیماری مصری نیست و بیماری ژنتیکی و ارثی هست. راجع به مسئله ژنتیک سخن بسیار بسیار فراوان هست، هم از نظر علم ژنتیک، علم وراثت و هم از نظر روایات اهل بیت علیهم السلام و آیات قرآن در این زمینه. نکته ای که شاید برای شما جالب باشه این هست که اولین بار در علم پزشکی یوهانس بود که در سال 1909 میلادی، یعنی 111 سال قبل، برای اولین مرتبه از ژن سخن به میان آورد. مقاله هایی که در این زمینه هست رو میتونید مطالعه کنید، ولی در آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام، آیات قرآن و روایات اهل بیت میبینیم که 1400 سال قبل پیشوایان دینی راجع به مسئله ژن و ژنتیک صحبت کردند. ببینیم تفاوت از کجا تا کجاست. این رو برای کسانی عرض میکنم که با شنیدن صحبتهایی سریع علم رو در مقابل دین قرار میدن، علم رو در مقابل اسلام قرار میدند. 1400 سال پیش روایاتی ما داریم که
راجع به مسئله ژن و ژنتیک صحبت کرده و در علم پزشکی اولین مرتبه 111 سال قبل سخن به میان آمده. یکی از مسائل مهم در بیماری هموفیلی که دغدغه بسیاری از خانواده ها نیز هست این هست که میگن ازدواج فامیلی یکی از مهمترین عوامل انتقال این ژنتیک هست که صحیح هم هست. علم پزشکی میگه ازدواج فامیلی یکی از مهمترین عواملش هست. از اون طرف برخی از مردم باورهایی دارند راجع به این که مثلا عقد پسر عمو و دختر عمو رو در آسمان ها خوانده اند، چاره ای نداریم غیر از این که پسر ما با دختر عموی خودش ازدواج کنه، یا دیگر ازدواج های فامیلی که در بسیاری از کشورها و در کشور ایران هم در برخی از شهرها بسیار بسیار در این زمینه سفت میگیرند و معتقد هستند که باید پسر عمو با دختر عموی خودش ازدواج کنه، دختر عمو رو به کس دیگری اجازه نمیدن که ازدواج کنه، به کس دیگری بدن و حتی دعواهای خانوادگی و دیگر مسائل در این زمینه دیده میشه. آیا واقعا نظر اسلام چی هست راجع به ازدواج فامیلی؟ آیا اینکه مشهور هست در زبان مردم که عقد دختر عمو و پسر عمو رو در آسمان ها خوانده اند آیا صحیح هست؟ آیا روایتی در این زمینه در دست هست؟ با برنامه امشب همراه ما باشید که به پاسخ این سوال ها انشاءالله برسید. بله بیننده های محترم، از همین الان میتونید با شماره برنامه هشتگ سوژه تماس بگیرید از طریق تلفن و واتساب و نظر خودتون رو راجع به سوالهای امشب بیان کنید. حدود 35 دقیقه فرصت هست برای تماس گرفتن. سوال اول ما این هست که چه راهکارهای پیشگیرانه ای از معلولیت بیماران هموفیلی در میان سالی وجود دارد؟ که یکی از مهمترین دغدغه های بیماران هموفیلی معلولیت در میان سالی هست. سوال دوم، تأثیر فیزیوتراپی در بهبود مشکلات حرکتی بیماران هموفیلی چه میزان است؟ و سوال سوم، عوامل بازدارنده و نیازهای رشد جسمی و فکری مناسب کودکان هموفیلی چیست؟ و سوال چهارم، در شرایط کرونایی بزرگترین معضل و چالش بیماران هموفیلی چیست؟ شما میتونید تماس بگیرید و راجع به هر کدوم از این سوال ها که مایلید پاسخ بدید. راجع به مسئله ازدواج فامیلی هم خوشحال میشم که نظرتون رو و نتیجه مطالعاتتون رو بیان کنید. اولین تماس ما از کشور ایران هست. سلام میکنم با آقای یاشار از تهران. سلام آقا، منم خدمت شما سلام دارم. متشکرم، سلامت باشید آقای یاشار. به کدام یک از سوال های امشب پاسخ میدید؟ من میخوام کلی جواب بدم، حالا تا اونجا که بتونم جواب میدم حاج آقا. بفرمایید نظرتون رو میشنم. اول ازدواج فامیلی حاج آقا من میخوام خدمتتون عرض کنم. متاسفانه صدا بردار خواهشن صدای استودیو رو بیشتر کنید. تو جهان اسلام به خاطر اینکه تو مذهب توسط مراکز قدرت سوء استفاده شده، علل خصوص جهان عجم اسلام، یه طوری شده مثلا علم تو مقابل مذهب و دین قرار میدن، در صورتی که اینطوری نیستش. علم و مذهب مکمل همدیگرن. علم و مذهب و مدرنیسم مکمل همدیگر هستن، اصلا با هم منافاتی ندارن. آقای مکمل همدیگر هستن. آقای یاشار،
اون چه که مربوط به سوژه امشب هست این هست که باور برخی مردم این هست که عقد پسر عمو و دختر عمو رو در آسمان ها خواندند و علم پزشکی اکیداً سفارش میکنه و توصیه میکنه که ازدواج فامیلی نداشته باشید. از این رو برخی علم رو در مقابل دین قرار میدن و تصورش این هست که در مذهب و در دین این چنین پافشاری شده به ازدواج فامیلی. نظر شما چی هست؟ نه آج آقا، پافشاری نشده، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین. بله. کسی هم میخواد با ازدواج فامیلی انجام بده میتونه آزمایش بده. علم پزشکی هم 100% صادق نیستش. منظور مثلا مواردی از مشکلی پیش نمیاد. نظر دین رو در این رابطه میدونید آقای یاشار؟ انجام بدین آج آقا. آقای یاشار نظر دین رو در راجع به ازدواج فامیلی میدونید شما؟ حاج آقا همون من ازدواج فامیلی تا اونجا که من بدونم دین نظر خاصی آنچنان نداره، نه نفی میکنه نه منظور مثلا بیش از حد قبول میکنه، تعادل. خب پس من پیشنهاد میکنم آقای یاشار برنامه امشب رو حتما تا پایان برنامه دنبال کنید که نظر دین رو، نظر قطعی دین رو در این زمینه انشاءالله متوجه بشید. تشکر میکنم از آقای یاشار که از تهران تماس گرفتن و نظرشون رو بیان کردن. درسته که لا اکراه فی الدین، ولی ما قائل به دینی هستیم که کتاب آسمانی قرآن همراه روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام پکیج کاملی است برای یک سبک زندگی سالم. یک مسلمان در امری به شبهه‌ای برخورد میکنه، باید دین برای اون شبهه، برای اون مسئله پاسخی داشته باشه. اگر جایی میبینید که کسی پاسخی ندارد، از بی اطلاعی اوست، از نقص دین نیست. و راجع به ازدواج فامیلی خدمتون عرض میکنم که نظر قطعی دین چی هست. ابتدا نظر شما بیننده های محترم رو در این باره میشنویم و راجع به سوالهای دیگر امشب برنامه. خب تماس بعدی رو میگیریم از کشور ایران. سرکار خانم فاطمه از گرگان با ما هستن. سلام میکنم به شما. سرکار خانم صدای من رو دارید؟ تماسشون متاسفانه قطع شد. راجع به ژن عرض کنم که کوچکترین واحد شیمیایی اطلاعات ارثی رو ژن نامگذاری کردن که به تعداد بیشمار درون میلیاردها سلول تشکیل دهنده بدن وجود دارد. راجع به بیماری هموفیلی خدمتون عرض کنم که یک بیماری ژنتیک و وراثتی هست، از پدر یا مادر یا هر دو به ارث میرسد و فرزند متولد شده همراه خودش این بیماری را دارد. در افراد سالم اصراری میکنم انسانی که مبتلا به بیماری هموفیلی یا دیگر بیماری های خونی نیست، اگر دست او زخم بشه، جراحتی برداره یا عضوی از اعضای بدنش، خیلی امر ساده است، چسب زخم مثلا میگذاره یا با پارچه‌ای تمیز جای اون جراحت و زخم رو میبنده و پس از چند ساعت ممکنه که اثری از آثار اون زخم و جراحت دیگه نباشه، ولی راجع به بیماران هموفیلی این گونه نیست. شما اگر نوزادی داشته باشید در منزل یا اطرافیانتون نوزاد داشته باشن، تا به حال دیده اید که یکی از بهترین، شیرین ترین و پرلذت ترین لحظات رشد این نوزاد برای پدر و مادر و اطرافیان اون لحظاتی است که نوزاد میخواد راه بیفته. بعضی از نوزادها هستند که 4 دست و پا ابتدا میرن، بعد شروع میکنن به راه رفتن. بعضی از نوزادها سینه خیز شروع میکنن به رفتن و بسیار لحظات شیری نیست که امیدوارم ان شاء الله کسانی که فرزند ندارند به زودی این لذت رو بچشند. وقتی نوزاد انسان، فرزند کوچک انسان شروع میکنه به سینه خیز رفتن، پدر و مادر چنان ذوقی از خودشون نشون میدن، بوسه باران میکنند اون نوزاد رو
که نوزاد ما، فرزند ما، پسر ما، دختر ما کم کم داره راه میفته. این تقلا کردن برای راه افتادنه. ولی برخی از پدر و مادرها هستند که پس از سینه خیز رفتن فرزندشون یا پس از چهار دست و پا رفتن فرزند نوزادشون متوجه میشن که در برخی اعضا و جوارح فرزندشون آثار کبودی دیده میشه. این یکی از علائم و نشانه های بیماری هموفیلی است. تماس سرکار خانم فاطمه از گرگان مجدداً وصل شد. سلام میکنم به شما. الو الو سلام علیکم. سلام ننین کن، وقتتون بخیر. قطع شد. الو صدای شما پخش میشه سرکار خانم. الو سلام، صدای علیکم. من رو دارید؟ الو شما خوبه؟ متشکرم، سلامت باشید. بفرمایید نظرتون رو میشنویم، کدام یکی از سوال ها رو پاسخ میدید؟ تماسشون متاسفانه قطع شد. بله، این لحظه شیرین و این لحظه جذاب برای والدین وقتی متوجه میشن که کودکشون سر زانوهاش کبود شد، مراجعه میکنن به پزشک و شاید برای اولین بار متوجه میشن که فرزندشون دچار بیماری هموفیلی هست و از اینجاست که مراقبت‌های خاصی باید از این فرزند به عمل بیارن تا این فرزند بزرگتر بشه و خودش آشنا بشه و آگاه بشه نسبت به بیماری خودش. و پدر و مادر نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند که آگاه کنن فرزندان خودشون رو برای اینکه سبک زندگی عادی داشته باشه. متاسفانه ناآگاهی والدین یا ناآگاهی اطرافیان و فامیل یا دوستان و آشنایان باعث میشه که صدمه های روحی جبران ناپذیری به فرزند وارد بشه که نمونه های بسیار زیادی در این زمینه وجود داره. یکی دیگه از مسائل مهم راجع به بیماری هموفیلی متاسفانه مسائل روانی این بیماری هست که هم راجع به فرد بیمار و هم راجع به پدر و مادر بسیار حائز اهمیت هست، مخصوصا در بانوان، مخصوصا در مادران. مادرانی که مخصوصا نمونه هایی که پدر ناقل هموفیلی بوده، که تو بحث ژنتیک بحث های تخصصی داره که پدر ناقل بوده یا مادر بوده یا هر دو، جاهایی که مادر فقط ناقل بوده و ژنتیک از پدر منتقل شده، اینجا مادر بسیار بسیار احساس اضطراب بهش دست میده که فرزندی به دنیا آورده که از ابتدای زندگی خودش تا آخر باید این بیماری رو همراه خودش داشته باشه، که اطرافیان خیلی باید مراقب باشن راجع به این صدمات روحی روانی برای شخص مادر. او مقصر نیست، هرچند امروزه آزمایش های ژنتیک وجود داره و امکان استفاده اون برای برخی افراد موجود هست. حالا علتش رو عرض میکنم که چرا برای برخی از افراد، دلایلش رو عرض میکنم که پدر و مادر جدای از آزمایش های معمولی، روال معمولی که انجام میدن برای ازدواج، اگر مشکوک هستن یکی از پدر یا مادر به ناقل بودن ژن هموفیلی، بیماری هموفیلی، حتما باید آزمایش خاص ژنتیک انجام بدن و راجع به ناقل بودن یا نبودن اونها آزمایش های لازم انجام بگیره و هشدارهای لازم و تمهیدات لازم به اونها از طرف پزشکان متخصص داده بشه. مسئله ای که شاهدش هستیم در یکی دو سال اخیر، کمپین بین المللی نور قرمز را روشن کن هست که در بسیاری از کشورهای دنیا من جمله کشور ایران می‌بینیم که به این کمپین جهانی پیوستند و شهرهای بزرگ و اصلی خودشون و نمادهای مهم این شهرها، نمادهای تاریخی فرهنگی به رنگ قرمز در میاد برای آگاه کردن مردم نسبت به
بیماران هموفیلی نسبت به نیازهای اونها، نسبت به آگاه کردن عموم مردم که همراه بشن با بیماران هموفیلی و با اطرافیان اونها و آگاهی خودشون رو در این زمینه بالا ببرن، که تصاویر شهرهای مختلف از کشورهای مختلف رو میبینید که به این کمپین بین المللی و جهانی پیوستن. در افراد سالم هنگام جراحت و خونریزی سلول‌های خونی در کنار هم قرار می‌گیرند و با ایجاد لخته مانع خونریزی می‌شوند. این یکی از ساده‌ترین تعریف‌های بیماری هموفیلی هست. راجع به انسان‌هایی که مبتلا به این بیماری نیستند، هر زخمی، هر جراحتی داشته باشند، به سادگی لخته خون ایجاد میشه و مانع ادامه خونریزی میشه. اما در بیماران هموفیلی که اختلال انعقادی دارند، از آنجا که فاقد فاکتورهای انعقاد خون هستند، اگر به دلیل ضربه یا حوادث مختلف دچار خونریزی شوند، این خونریزی قطع نمی‌شود. پس نکته مهم اینجاست که بیمار هموفیلی یکی از فاکتورهای انعقاد خون رو، فاکتور 8 یا فاکتور 9 رو ندارد که تحت درمان قرار میگیرد. و نکته دیگر این که در بیماران هموفیلی برخی شاید تصورش این باشه که خونریزی ایجاد میشه. نه، خونریزی ایجاد نمیشه در بیمار هموفیلی، بلکه ادامه خونریزی مربوط به عدم انعقاد لخته خون هست. اگر دست، پا، عضوی از اعضای بدن مجروح بشه یا خونریزی پیدا کنه، به سختی خون اون بند میاد و در برخی موارد حتما باید به پزشک مراجعه کنند و فاکتور 8 یا 9 رو دریافت کنند برای جلوگیری از ادامه خونریزی. که در افرادی که خونریزی اونها قطع نمیشه، حتما باید فاکتورهای انعقاد خون از بیرون به آنها تزریق شود. تزریق به موقع این فاکتورها بسیار مهم هست و چنانچه این کار با تأخیر صورت گیرد، بسته به نوع فاکتوری که بیمار مبتلا به هموفیلی فاقد آن هست، که 8 باشد یا 9، دچار عوارض مختلفی مانند معلولیت‌های جسمی، خونریزی مویرگی چشم و نابینایی، سردرد و خونریزی‌های مغزی می‌شود و در صورت خراش در جایی از بدن یا جراحت اون خونریزی بند نمیاد. که حالا راجع به کسانی که دارو دریافت می‌کنند، در دنیا از هر 1000 نفر 1 نفر مبتلا به هموفیلی هست و در کشور ایران حدود 12 نفر طبق آمار رسمی مبتلا به بیماری هموفیلی هستند. خدمتتون عرض کنم از یک مسئله‌ای که وجود داره راجع به آزمایش ژنتیک در کشور ایران رو عرض می‌کنم. یک اختلافی وجود داره بین سازمان بیمه و وزارت بهداشت که این رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران گفته که وزارت بهداشت و سازمان‌های بیمه‌گر نتوانستند به نتیجه قاطعی برسند که در حوزه‌های پیشگیری نه تنها نباید سختگیری کنند، بلکه باید ترویج و حمایت مستمری از آن داشته باشند. به عنوان مثال، وقتی زنان و دختران با اختلالات انعقادی و کسانی که ناقل هموفیلی هستند شناسایی و برای آزمایشات ژنتیک معرفی می‌شوند، سازمان‌های بیمه می‌گویند باید فرد اول ازدواج کند. تا فرد ازدواج نکنه آزمایش ژنتیک شامل بیمه نمیشه، سپس آزمایش ژنتیک رو انجام دهند. در حالی که ابتدا این سخن مدیر عامل کانون هموفیلی ایران هست، در حالی که ابتدا باید وضعیت ژنتیک فرد مشخص باشد و بعد ازدواج کند. برای پیشگیری از بیشتر شدن متولدین افراد با بیماری هموفیلی، زیرا فرد باید به زوج آینده اش بگوید که ناقل هموفیلی هست یا خیر،
پس این اختلاف باعث شده که آمار افراد مبتلا به هموفیلی نشه کنترل کرد و روز به روز افزایش پیدا کنه. اگر انجام آزمایش ها برای تشخیص بیماری هموفیلی نهادینه شود، بهتر میتوان از شیوع آن جلوگیری کرد، که به عنوان مثال انجام آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج باعث شده تا شاهد کاهش 80% بیماران تالاسمی در ایران باشیم. الحمدلله، انشاءالله که راجع به بیماری هموفیلی هم وزارت بهداشت ایران و سازمان بیمه به یک نتیجه قاطعی برسند و کسانی که قصد ازدواج دارند و منتظر آزمایش ژنتیک هستن از این بلا تکلیفی در بیان، که سازمان بیمه میگه اول باید ازدواج کرده باشند تا آزمایش از اونها گرفته بشه و وزارت بهداشت میگه که ابتدا باید آزمایش گرفته بشه تا ببینن که امکان ازدواجشون هست، ناقل هموفیلی هستند یا نه. موکول کردن انجام آزمایش شناسایی افراد ناقل هموفیلی به بعد از ازدواج را عاملی مهم میتوان در جهت افزایش جمعیت مبتلایان به این بیماری دانست. بی تردید مبتلایان به هموفیلی که مدام در حال دست و پنجه نرم کردن با بیماری هستند و به مصرف دارو نیاز مبرم دارند، باید به طور مداوم هم از نظر شناسایی افراد ناقل و هم تأمین هزینه های درمان حمایت شوند، چرا که این بیماران در معرض مشکلات خونریزی و کاهش پلاکت ها قرار دارند و بی توجهی به این مهم میتواند جان این بیماران را به خطر بیندازد، که راجع به پلاکت خون هم مسئله بسیار بسیار حائز اهمیتی است. بیمارانی که افت شدید پلاکت خون دارند هر لحظه جانشون در خطر هست. انجام آزمایشات غربالگری و ژنتیک قبل از ازدواج تأثیر بسزایی در کاهش تولد نوزادان مبتلا به بیماری‌های انعقادی دارد. بنابراین باید برای ممانعت از افزایش جمعیت مبتلا به این بیماری ها انجام این نوع آزمایشات قبل از ازدواج جدی گرفته شود تا در هزینه های درمان نیز صرفه جویی شود، چرا که هزینه های درمان این نوع بیماری ها بار سنگینی بر حوزه سلامت تحمیل می کند. خدمتتون عرض کنم که راجع به هزینه این نوع آزمایش ها هم عددی که نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ایران داده این هست که هزینه های درمان بیماری های ژنتیک سالانه بیش از 100 میلیون تومان برای هر بیمار است، در حالی که آزمایش های پیشگیری می تواند از لحاظ کنترل هزینه ها نیز به نفع کشور باشد. یعنی اگر سازمان بیمه و وزارت بهداشت به این تفاهم برسند که قبل از ازدواج این آزمایش های پیشگیرانه انجام شود، در این اعداد و ارقام هم شاهد کاهش خواهیم بود. خب و اما راجع به مسئله ازدواج فامیلی خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های مردم هست در این زمینه، که آیا دختر عمو و پسر عمو، پسر خاله و دختر خاله میتونن با هم ازدواج کنن یا نه. خب آزمایشاتی که در این زمینه هست رو حتما باید انجام بدن، مخصوصا آزمایشاتی که مربوط به بحث غربالگری ژنتیک هست حتما باید قبل از ازدواج انجام بشه در این زمینه. اما باوری که نزد عموم مردم معمولا دیده میشه بر سر زبانها و برخی از مردم بسیار پایبنده به اون هستند، که عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها خوانده شده، آیا این مطلب حرف صحیح هست یا نه؟ چه کسی باید خبر بده که عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمانها خونده شده یا نخونده؟ کسی که مطلع باشه از اوضاع و احوال آسمان ها، کسی که سلطه داشته باشد بر کهکشان ها و اوضاع و احوال آسمان ها، و اون شخص کسی غیر از معصوم و انسان کامل نمیتواند باشد.
خب در این زمینه یکی از مهمترین مصادری که ما باید بهش رجوع کنیم روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هست. ببینیم که آیا روایتی در این زمینه هست یا نه. اگر روایت هست به روایت عمل میکنیم، اگر روایت نیست ببینیم که این باور غلط از کجا، چگونه و با چه اهدافی وارد فرهنگ مردم شده که باعث میشه سالانه بسیاری از نوزادان هموفیلی به دنیا بیان. خدمتتون عرض کنم که در اسلام این مطالب رو حتما به گوش کسانی برسانید که علم رو همیشه راجع به بسیاری از مسائل اولین تزی که میدن قرار دادن علم در مقابل دین هست، در مقابل مذهب و در مقابل اسلام هست و این دلیلی ندارد مگر جهل اونها. آگاه نیستند از روایات اهل بیت علیهم السلام و جهل دارن نسبت به این مسئله، میان نسبت به آن چیزی که میبینند قضاوت میکنند. میبینند که در زبان مردم این جمله مرسوم هست و مشهور هست که عقد دختر و پسر در آسمان ها خوانده شده و میان میگن ببین مسلمان ها رو دینشون تأکید کرده که دختر عمو و پسر عمو با هم ازدواج کنن، ازدواج فامیلی هم از نظر علم پزشکی نهی میشه که باعث برخی بیماری های ژنتیکی و وراثتی هست. پس ببینید علم چه میگوید و دین چه میگوید. این یکی از اون ده ها مسئله است که بعد راجع بهش علم پیدا کرد، آگاه باشیم و از کلام اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این زمینه بهره ببریم. راجع به ازدواج فامیلی، برخی از مردم اتفاقا میان استناد میکنن به ازدواج آسمانی امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و دختر عموشون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب چنین قیاسی هم در صحبت ها باز هم ناشی از جهل هست، چرا که لا یقاس به آل محمد احد، تا روز قیامت هیچ کسی و هیچ چیزی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قابل قیاس نیست. اگر امیرالمؤمنین با دختر عموی خودش ازدواج کرده، هم پسر عمو و هم دختر عمو هر دو جزو اهل بیت عصمت و طهارت هستند، یعنی هر گونه پلیدی، هر گونه ناپاکی، هر گونه از این نوع ناپاکی ها چه زمینی باشد چه ارثی باشد، هر نوع از اونها مبراست و جدا شده هست. خدای متعال آنها را مطهر و مطهر آفریده است. چنین قیاسی اشتباه است. کلام رو خلاصه کنم، وقت زیادی نداریم. اولا خدمتتون عرض کنم که این عبارت، این جمله که عقد دختر عمو و پسر عمو رو در آسمان ها بسته اند، این چیزی است که در روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هیچ گونه سندیتی ندارد. کسانی که علم رو مقابل دین و مذهب قرار میدهند خوب دقت کنند. هیچ روایتی نداریم در این زمینه که عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان ها خوانده اند. طبق تماسی که بیننده ای گرفتن و گفتند که روایات در این زمینه سکوت کرده و حرف متعادل میزنه، باید برن آزمایش. نه، این گونه هم نیست. حرف قاطع اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، نظر قاطع در این زمینه وجود دارد. یکی از اون نمونه ها رو خدمتتون عرض کنم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله می‌فرمایند با غریبه ازدواج کنید تا فرزند ضعیف نیاورید. نه تنها عقد دختر عمو و پسر عمو رو در آسمان خواندند در روایات وجود ندارد، بلکه
برعکس مخالف این جمله رو در روایات اهل بیت عصمت و طهارت می‌بینیم. تأکیدهای فراوانی به دلایل مختلفی، نه فقط بیماری‌های ژنتیکی، به دلایل مختلفی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارند که تا می‌توانید با فامیل خود ازدواج نکنید. باز هم روایت در این زمینه وجود داره. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند با خیشان نزدیک ازدواج نکنید. این به معنای حرام بودن نیست، این نکته رو خدمتتون عرض کنم. به معنای حرام بودن ازدواج دختر عمو و پسر عمو، پسر خاله و دختر خاله و ازدواج فامیلی نیست، ولی هشدار دادند اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام 1400 سال قبل، زمانی که کسی سخنی راجع به علم ژنتیک نمیدانست. عرض کردم ابتدای برنامه در علم پزشکی اولین مرتبه 111 سال قبل از بحث ژنتیک و ژن سخن به میان آمده. امام صادق علیه السلام میفرمایند با خیشان نزدیک ازدواج نکنید، چرا که فرزند ضعیف به دنیا خواهد آمد. پس نهی اهل بیت علیهم السلام، البته نه به معنای حرام بودن، را در این زمینه داریم و روایت های بسیار زیاد دیگر راجع به علم وراثت، راجع به ژنتیک، راجع به مؤثر بودن ژن در ازدواج ها. علم پزشکی که 111 سال قبل برای اولین بار از ژن سخن به میان آورده، 1400 سال قبل روایت‌های فراوانی داریم که اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راجع به ژن صحبت کردند. امام صادق علیه السلام، چقدر فرصت دارم؟ چقدر؟ بله، در این دقایق پایانی و کوتاه من حالا یکی از این روایت‌ها رو خدمتتون عرض می‌کنم. روایت‌های دیگری هم هست. امام صادق علیه السلام ازشون سوال شد، سؤال عن المیت، از انسانی که می‌میرد، از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا جسد میت می‌پوسد، پوسیده می‌شود؟ امام صادق علیه السلام فرمودند بله، به گونه ای که هیچ گوشت و استخوانی برایش باقی نمی ماند، مگر، خوب دقت کنید، مگر سرشتی، تو پرانتز ژنی، مگر سرشتی که از آن آفریده شده است، زیرا آن هرگز نمی پوسد، در قبر باقی می ماند و در حال تحول است تا دوباره فرد از آن آفریده شود، همانطور که اولین بار آفریده شده بود. که در زبان عربی با عبارت‌های مختلفی از ژن تعبیر شده. در برخی از روایات تینت و فطرت آورده شده، در برخی از روایات عرق آورده شده. و راجع به ازدواج و تأثیر ارث، صفات ارثی که صفات اخلاقی یا جسمی هست، سخنان بسیاری از اهل بیت عصمت و طهارت در این زمینه داریم. حالا در علوم مختلف بحث ژن آورده میشه. حالا کسانی که تو بحث فسیل شناسی هستند، ژن‌هایی که میبینند و پیدا میکنند مربوط به 5000 سال قبل، مربوط به 3000 سال قبل، بحثش مفصل بحث ژن و اتفاقا روایت‌های بسیار بسیار زیبا و شیرینی هم در این زمینه موجود هست که حتما پیشنهاد میکنم این روایات رو مطالعه بکنید، مخصوصا برای ازدواج، مخصوصا پسران و دخترانی که قصد ازدواج دارند. در بحث ژنتیک روایاتی که در این زمینه هست حتما مطالعه بفرمایید، که روایات می‌فرمایند که اون هسته مرکزی، اون هسته اصلی که ژن نام دارد، چه صفات، چه روحیات و چه چیزهایی رو از والدین منتقل می‌کند به فرزند. بحث بسیار جذاب و شیرینی هست. خدمتتون عرض کنم برگردیم به بیماری هموفیلی. پس این جمله که عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمان ها خوانده شده، یکی از باورهای کاملا غلطی هست که متاسفانه هنوز هم برخی مردم بهش عمل می کنند. و این جمله رو هم در پرانتز عرض کنم، وقتی که
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 1400 سال قبل آمد، خطاب به مردم بیان کرد، دین آمده، یوع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم، دین آمده که قل و زنجیرهایی که باورهای غلط و خرافات به دست و پای مردم بسته رو باز کنه. دین آمده برای مبارزه با خرافات. یکی از این خرافات همین جمله هست: عقد دختر عمو و پسر عمو رو در آسمان ها خواندند، مبتلا می کنند افراد رو و فرزندان هموفیلی هم به دنیا میارن. عرض کردم راجع به مسئله ژن، حالا چون بحث بیماری هموفیلی یک بیماری ارثی و ژنتیکی هست، حتما پیشنهاد میکنم که روایاتی که در این زمینه راجع به تأثیر ژن بر ازدواج و فرزند آوری هست حتما مطالعه بفرمایید. این روایت را هم حیفم میاد عرض نکنم. حضرت امام صادق علیه السلام یک کودک زیبایی رو دیدند و فرمودند احتمالاً پدر این کودک در شب زفاف میوه به خورده که از تأثیر ژنتیکی در این مسئله سخن به میان میاد و صحبت‌های تخصصی در این زمینه و پزشکی بسیار زیاد هست. راجع به مبتلایان به هموفیلی خدمتون عرض کنم که بیماری هموفیلی یکی از بیماری‌های خاص هست که حتماً باید دولت‌ها در زمره بیماری‌های خاص قرار بدن هموفیلی را و حمایت‌های بسیار زیادی بشه که متاسفانه در اکثر کشورها این حمایت‌ها انجام نمیشه. برید مطالعه کنید مطالبات و درخواست‌ها و نیازهای بیماران هموفیلی در کشورهای مختلف رو. هموفیلی جزء بیماری‌های خاص محسوب می‌شود که توجه ویژه به آن با هدف رفع مشکلات و دغدغه‌های مبتلایان به این بیماری ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه موضوع کار و اشتغال، ارائه خدمات رفاهی و روانشناسی و دارو و درمان از نیازهای اساسی این بیماران محسوب می‌شود، ولی بیشتر از همه آنها به تزریق مهربانی نیاز مبرم دارند، همانطور که تزریق خون و فاکتورهای انعقادی نیاز حیاتی آنهاست. نوع دید برخی از مردم نسبت به بیماری‌های خاص من جمله بیماری‌های هموفیلی بسیار بسیار مهم هست که حالا در زمینه اشتغال هم یکی از معضل‌های بیماری‌های هموفیلی هست که در این زمینه لازم هست افراد آگاهی لازم رو کسب کنند و موجب آزار بیشتر این بیماران نشن. انشاءالله که بتونیم با آگاه شدن در این زمینه و آگاه کردن دیگران موجبات دردسر بیماران هموفیلی را نه تنها فراهم نکنیم بلکه از دردسرهای اونها کم کنیم. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.